سلام بینندای خوب ما، خیرین، مسافرین و وطندارا. ما امروز بازم از عمدیم که از کوتل خگملی، از سرگی که از پند ما به طرف شروع شده بود، سرگ خارتیزک وصل شد. یعنی سرگ سابقه بود، سرگ بسیار بیکیفیت، سرگ بسیار باریک و قید. کوتل خگملی بسیار خرابی داشت و بسیار کار خوب صورت گرفت. ما در سرگ خارتیزک الا خرکوش کارهایی که انجام شده شاهده یعنی میبینه که واقعا سرک بسیار خوب کار شده، جغلش هم خوب چنده شده و مردم بی نهایت خوشحال است. ولی تانوز قرضداری از این خلاص نشده. یک تعداد دوستا از بیرون یا از داخل میگه که مشکل کوشه باید حل شود. نمیفهمم که اگر یک تنها مشکل کوشه است که این طرفش خوب بوده باشد، ما شاید اشتباه کرده باشیم که این طرف کار کردیم، مردم هم در کار کرده، سرونگ پران هم در سنگار زده و جغل کش و کسای دیگه که کار کرده دیگه اونا پیسه خود طلب داره. و منطقه کوشه واقعا مشکل اجتماعیش ما خبر است که مشکل اجتماعی نمیشه که به زودی حل شود. ما درست است که بیکار نشستیم، بیغم نشستیم و مردم خانه به خانهش رفتیم، هر کدامش دیدیم، پیر جوان شدیم، با مرش سفید و رسیار در خانهش رفتیم و تقریبا برای تمام دوستای خود بگیم که وزری مکمل از وار ما خلاص کردیم. ولی فعلا یک حادثه که در اونجا پیش آمد شاید دوستای ما خبر باشد. ما منتظر هستیم که تا همو چیل از وادم و جوان بیچاره از دنیا رفته پوره شوه. ما حتما بازم تعقیب خواد کردیم. ولی اینمی آدم که در پالوی از ماست، صاحب بیل است، اینا تقریبا شاید 4-5 لگ افغانی اندمینج طلب هستن که کار کرده، زحمت کشته، تیل مصرف کرده، موتروان خود کرا داده، کرایه داده، ماش داده، همچنان کسای دیگه کار کرده، تانوز باقی است. و سرگ که از کوتل خگملی طرف پیدگه ما رفت که او سرگ هیچ سرگی نبود. از 30 سال 40 سال به این طرف تنها سرگی بود که مشکل همی خرتیزگ و تا قاش و تا سیرتور همی سرگ حل میکرد، با وجودی که هیچ کیفیت نداشت. دیگه او وقتایی بود که شاید دفته یک لاری می آمد یا گان در جیب می آمد. و به هر صورت فعلا هر خانه موتر داره، هر قریه شاید بدها موتر داشته باشد. همیشه مردم طرف سنگ ماشه نماره و از پیدگم همیشه طرف سنگ ماشه و بابا نمه، حتما طرف خاتزگ و خرکوش و سیرتی و قاش خواد رفتن و این مردم به بو طرف خواد رفتن. او سرگ شما میبینید به تصویر که بسیار خوب کار شد تا یک منطقه را شاید در حدود 300-400 متر که شاید در حدود اما منطقه خرابیش 100-150 متر مانده باشد که دیگه در منطقه خاکه میرسه. ما تصمیم گرفته بودیم تا منطقه سرگ بابا باید بیرسه که تا مردم بیتونه که از اونجا بس راحت به سهولت رفت رو کنه و هر رقم موتر از اونجا رفت آمد بیتونه. دوستای عزیز، برای شما ما قبلا هم وعده داده بودیم که مشکل کوشه را ما حل خواهیم کرد. فعلا یک چیزی که در پیش روی ما آمده، پیش چش ما را گرفته، ما همون مسئله را هم می خواهیم که باز با حوصله‌مندی باید پیش ببریم و راه های دیگه وجود داره. ما تانوز را با مردم خود مدارا کردیم، مراعات کردیم. ما یک حادثه بسیار خراب در منطقه کرسنگ دیروز داشتیم که شاید دوستای ما خبر باشد. یک منطقه، یک نادیر تبرغنک جنجالای پارسال را انداختن، تانوز پیش خانه ازو قید مانده. دیروز ساعت 9 بجه یک نفر از منطقه امرای بچه سید حاجی سید لطیف خرکوش یک حادثه بسیار دلخراش را اونجا انجام دادند که یک جوان در حالت کوماست که بردن در شفاخانه، اینجا جواب دادن رفتن طرف کابل. نگه ما از خداوند برای زو آدم شفای عاجل میخواییم که اینمی گپا است که اینمی تو بدبختی ها را به وجود میاره. و ما تقاضای ما، خواهیش ما از کسایی که در مسیر کوشه است باز می نمیسته و خصوصا مسافرین از اونا و خصوصا کسایی که در بیرون است ما را میبینن که اینا تلاش کنه که این مشکل را دیگه اضافه نکنه. ما سرگ را باید تیر کنیم از مسیر که رای مردا بوده، رای 100 سال مردم بوده، رایی که مردم با گیاه سر خر
علف خود تیر کرده، چوب خود تیر کرده، اونمون را ما کار داریم. از او بالاتر هم نه. اگه آن گپایی که در بین خود از این هسته اوش مربوطی، از این نمیشه که او بیچاره که از خطیزک، از بابا، از پیدگه یا از قاش سیرتو بره، او قربانی اگان عبدالرزادگی های داخل سید و آزرا یا داخل سید و سید، داخل سید آزرا و سید در منطقه سیرتو باشد. و ما اونجا هم از برای از این مردم تعهد داریم که 3 سال پیش در منطقه کرسنگ ما کار که کردیم، اینا دمو تعهد خود استاد نبودن. مردم های کرسنگ زمین خود دادن، بالاتر از اینجا زمین خود دادن، درخت های خود دادن، ولی 3 سال که مردم منتظر زیاست، ما مجبورن راهایی را باید پیش بگیریم که تا امو مردم باید امزو راه سابقی خود پیش بره، امو پولی برات باشد و نمونجی تا که ای گپا بالاتر بکشه و خود به خود راه و مسیرهایی که مردم مورد نظر داره باید حل چی شود، پیدا شود. و تشکر میکنم در این زمینه از استاد نسیم و همچنان از خادمشای علیزاده که به نام افشین یاد میشه، که یکیش استاد نسیم مبلغ 1,000 دلار استرالیایی را قبلا همراه 250 دلار از طرف افشین کمک کردن که در مجموع 56,500 افغانی شده که او رو ما به قرضداری ها دادیم. و تشکر میکنیم از این دو شخص بسیار خوب ما که ما را کمک کردن، حداقل همین صاحب بیل را یک چند روز دست از یخن ما خلاص کرد. یا بازم تده کم دارم اینجی گرچه امروز بازم تشکر مانیم از دکتر صاحب محیب افضلی که همراه کاکایش سلطان حسین افضلی مبلغ 13,300 افغانی را کمک کرده برای رای کتل افضلی چی کتل خاک ملی ایش خلاص کتل خاک ملی ما ایش خلاص هم نمیم دیگه کتل افضلی خدا اخنه که کاکایش باز ما را زیادتر کمک نکه ما بخیم کتل خاک ملی را خاک ملی چندان نام نیک نیست ما کتل دکتر صاحب افضلی نام میمانیم ما هم همین مردم را دیستش از یخن ما خلاص کنم که ای را بخیرم فردا اونا خودش تشریف آورده اینجا منتظر بودن ما دفتر بودن در بابا در سر بند بابا بسیار دیر شد و دوستان نگذر ناوقت هم در بود خانهشان آباد که فردا و بخیر همین مبلغ تسلیم خزانه‌دار همین کار خواد کرد در تسلیم پدر مصطفی. دیگه بازم در آخر از تمام دوستای خود خصوصا خرتزگی ها سیرتو بختیاری خیل و بختیار خیلی کمک داره نام مرده خم در نظر بگیرید. همین هیچ گپ نداره رای شما تا قاش چی ده کم بود. این طرف گپ نداره ما را نمینج بسیار مردم ها از بوسید و از منطقه لومان کمک کرده. شما از داخل منطقه هستید. اگر رفتید کاکای تمینج است، برار تمینج است، قوم خیش تمینج است. این مردم نیازمند کمک همزید کسا تبال بوده و کمک خوب کردن. شما ببینید سرگه بین خرتیزه خوال چقدر کارش خوب پیش رفته. مردم ها از بیسود کمک کردن، از قرباق کمک کردن، از مالستان کمک کردن. شما خود داخل منطقه هستید، یک کمک در خمی مردم را در نظر بگیرید. خب به هر صورت امیدوارم که این قرضداری هایی که ما داریم این حل شود. ما کار خود فورا شروع میکنیم طرف پیدگه و قومای پیدگه ما یک کمک دارد خود تکان بده. دال که ما بالاترین مسافر از منطقه پیدگه داریم، در این قسمت اگر همین رای پیدگه از کتل خاکملی تا منطقه سرگ بابا اگر کار شود کار خوب خواهد بودن. و برای قومای پیدگه تو بگیم که دغدغ سنگ از قرخی کویه، اگر همین بابا اگر رای خمی نموش ما تبال در بین قریه خم را نمخشیدید. امیال هم امیر که ما میدونجی ما امیر که همزینجی که کشیده امیر کمک در شما امت کرد که کم منده امین بخیر خلاص شونه تا مو بخیر بیتنی که مردم را انجینیر صاحب امیالی را هم بوگی بلده برادرای پیدگه اگر بند میخوایی جوش نقد مردم پلغو کید امی دمی سراغاه سم بگرید اندمی کارای مردم سم بگرید که شما کمک کدین پلغو کدین دیگه مردم هم باید قچین کمک منه امی را هم در گوش از با برسنید. گپی خوب است. قومای پیدگه را برشید بگویم که 3 سال که در جاغوری کار جریان داره. ما حساب کردیم تقریبا تا حال 180 میلیون افغانی در جاوری در توسط خیرین آمده کمک شده و کارا پیش رفته. تا هنوز 180 میلیون که تقریبا بالاتر از 2 میلیون دلار میشه.
اینمی کارا را خود مردم منطقه اگر 50% کرده یا 60% کرده، 30% یا 20% کسای دیگه هم را از این مردم یعنی مملک ده پلغوک ده. امروز شما خبر هستید که احمدی بابا مثلا در چلباختو کمک میشه یا در بسیار ساعات دیگه، و اونا ما همین سال در بابا بودیم که بسیار کمک های ساعات مختلف آمدن در بابا. پس ببینید که اینمی روابط مردم است که یک با دیگه باید دلسوزی داشته باشد، همدردی داشته باشد، همکاری داشته باشد. اگر امروز دوستای ما میای در کوتل خوال یا در کوتل خگملی یا در مسیر ما رو کمک مونه از بوسید، روز دیگه ما مطمئن هم رای از اون مردم کمک خواد کردیم. این مسئله پلغوداری است، این مسئله دوستی و همکاری است. دیگه خداوند توفیق بده همگی را که ما بتانیم که مشکلات های مردم رو به حد اقل برسانیم. چطور؟ به خاطر از اینکه زیادترین مشکل مردم فعلا راست سرک است که هر خانه برا ضرورت داره، هر خانه از را منکر شده را میتونه که ما در این را شریک نیستیم، چی موتر داره چی نداره. پس امیدواریم دوستای عزیزی ما، دوستای خوبی ما دیگه در این قسمت توجه کنید، و خصوصا قومایی که از اینجا رفتره و داره در قدم اول، و کسایی که نداره از بیرون حتما ما را همکاری کنید که ما تا همی قرضداری که داریم امیر خلاص کنیم و به خیر کارهایی که مانده او را شروع کنیم. سلامت باشه، تشکر. آقای مسئول، آقای فهمی کرد. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت حاضرین در این جلسه و خدمت تمام بیننده های تمام این رسانه ها. در قدم بعدی بسیار کوتاه صحبت کنیم که وقت دوستا گرفتار نشوه. ما من حیث عضو شورا از 3 از 4 نفر خیری که دستی ما رو گرفتن و قدر توان پول کمک کردن، یک از طرف محترم استاد نسیم، از طرف خادم شاه علیزاده و از طرف حسین علی افضلی و دکتر صاحب محیب افضلی. مو به نوبه خزینه بسیار تقدیر و تشکر نی خدا مردایش بیامرزه، خودگونج را صد چند بخشش بیدیم. در قدم بعدی رسانه های محترم شما لطف کنید می سربلی خگمولی را که همون قسمتی که سرگ کنه اگر به تصویر بکشین امیال موتورای بایفور رد نمیتونه. دیگه مو دیمی قسمت تلاش داره و شما دیست از مو شما خیرین دیست از مو رو بگیرین که اینمی را به شکل استاندارد چی و انجینری اینمی در آخر برسه، و شما انشالله که از این هزاران چند در دنیا و آخرت انشالله فیض مبرسه. دیگه این سرک را که شما میگیرنی که مو هر روز مایی موری دیگه مو خوبترین سرک، راحتترین سرک، کم استهلاکترین سرک انشالله جور شده. دیگه در قسمت کوشم مو اینمی ترقم کارهایم آهسته و پیوسته جریان داره، انشاءالله او هم جور میشه، اما ممکنه وقت گیر باشد. دیگه سلامت باشین، جور باشین، موره زیاد نبرین، خدا شما رو حفظ کنه، در پناه خدا باشین. یه مصطفی صحبت که توید صحبت نگه یک چیز دیگر ما پسامه میشه دید ما دوستا و بیننده های خوبی ما یک بازم یک گپی که ده کوتل و خوال و خگملی بود. یک دوست ما از دمرده که در کوتل خوال خاکملی خوال کمک کرده بود بعد از 2.5 ماه، و او آدم فکر میکرد که خیر یعنی پیسه دیگه خلاص رفت و او بالاخره پیدا شد، و همین رقم یک پیسه دیگه هم ده بود در کوتل خاکملی یک $1,200 از اروپا، و او هم حتما پیگیری خواهد شد در صرافی علیزاده پشی، و او را به خاطر از اینکه میخواست همی گم دور باشد و فعلا اعلان کرده که ما پس رایدیم دال که ما قرضداریم. ما هر روز در اینجا با امرای کارگر قرضدار است، خلاصه او را چطور پس رایدیم؟ همی چی رقم گفت؟ اگر کار خلاص شده بود، قرضداری خلاص شده بود، که ما خبر نبودن که ولی قرضداری زیاد خلاص شده پس رایدیم کرد که بسیار گپ معقول بود. ما نمیفهم و کسایی که در اروپا است و خصوصا معلم صاحب منان بهادوری را ما از اینجا خواهش میکنم که همراه ما کمک کنه و اون موضوع را پیگیری کنه. زیادتر شاید معلم صاحب منان در جریان قرار بگیره که اونا کی بودن که $1,200 رایی کرد و یال فعلا گپ گپ نه که ما اور پس راییدم. دیگه نمیفهم دال که ما قرضدار هستیم و یک قرضداری ما جا به جای مانده و پس ماره. خب بازم برای دوستای خود بگویم که در سرگ غوغه بابک فعلا از 7 ماه به این طرف کار بود که از خانه مرادی تیر شده، دو دوت
یک مبلغ خوبی را انگلیس ها کمک کردن. البته کم بوده، منتها چندین آدمش کمک کرده که ما به زودی او را خواد بودیم برای اونا و اونا خواهش کرده که بعد از این شما گزارش های خود به انگلیسی زیادتر بگیرید که تا این مردم، همون کسایی که پیشتر جمع آوریده که اینا بفهمه که مردم با توان خود، با توان بازوی خود، با پیسه خود راه خود می سازه. فعلا خونه کدام دونری وجود داره، نه کدام مؤسسه است، نه کدام اختصاص یا تخصیصیه به خاطر بازسازی، خاطر سرگ و پولی تگه پاسته. پس امیدوارم شما بفهمید که اگه انگلیس وقتی که ما رو کمک کنه، شما قومای ما هستید، شما خود خودی ما هستید، شما خود برادرای ما هستید، شما ممزی وطن هستید. همی به این شکل باقی بمانه یا همی کمک در تغییر کنه. ما خود نه قیل کردیم نه کانکریت، فقط یک راه خوبتر خامه را جور کردیم. امیر اگر ما رو کمک نکنه از این چیز سامان نمیشه. سلامت باشید، امیدوارم که همی گپای ما رو نادیده نگیرید، توجه کنید که همی قرضداری ها خلاص شد و ما کار بعدی رو به خیر طرف پیدگه شروع کنیم و برشه قومای پیدگه بگیم که اول همی طرف خلاص کنید، بعد از اون کار بند شروع کنید به خیر. دیگه که همی کارش کم است، شمار بگنید که چقدر در اینجی شما دیگه شمشیر بزنید. سلامت باشید.